سلام به شما دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از خبر جنجالی جدایی بازیگر معروف آقای امیر حسین صدیقی از همسرشون. با ما همراه باشید. لطفاً از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. از دیروز استوری‌هایی از باران خوشندام همسر سابق امیر حسین صدیق در اینستاگرام منتشر شده که خبر از جدایی این زوج عاشق و هنرمند میده. امیر حسین صدیق بازیگر ایرانی که بیشتر با نقش پدر خانومی در زیزی گلو به شهرت رسید، متولد 8 آبان 1351 در تهران، بازیگر، هنرمند و مجسمه‌سازه. تحصیل کرده مقطع دیپلم از مدرسه فیلم و هنر صدا و سیماست که فعالیت هنریش رو با تئاتر شروع کرد و در نقش پدر خانومی در زیزی گلو به شهرت رسید. در مهر 1358 وقتی که 7 ساله بود پدرش رو در سانحه رانندگی از دست داد تا اینکه چند وقت بعد به عضویت کلاس تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در اومد. فعالیت حرفه‌ای خودش رو بعد از اخذ دیپلم و از سال 1370 وقتی که 19 ساله بود با تئاتری به نام پیروزی در شیکاگو به کارگردانی مرحوم داوود رشیدی شروع کرد. سال 1371 وقتی که فقط 20 سالش بود با فیلم قافله اولین بار جلوی دوربین رفت تا یک سال بعد تجربه موفق در سینما و تئاتر به دست آورد. اون در سال 73 با سریال قصه های تابتا یا همون زیزی گلو به کارگردانی مرضیه برومند در نقش آقای پدر به شهرت عجیبی رسید. چیزی که خودش در مصاحبه ها گفته انگار ره 100 ساله رو یک شبه رفتم. در 40 سالگی اما تصمیم گرفت برای ادامه زندگی به روستا بره. برای همین به همراه مادرش ساکن روستای کمرد در 25 کیلومتری تهران در مسیر جاده آبلی شد. خودش همیشه گفته تهران از نظر شلوغی، ترافیک و آلودگی دیگه قابل تحمل نبود. برای همین در حدود سال 87 یک باغ قدیمی بیرون از تهران خریدم و شروع به ساخت خونه کردم. امیر حسین صدیق اما بالاخره بعد از سالها زندگی با مادرش در نهایت در بهمن 1397 و در 46 سالگی با خانم باران خوشندام شاعر و تصنیف سرا و هنرمند ازدواج کرد. آقای امیر حسین صدیق در همه مصاحبه‌هاش به این مسئله اشاره کرده که عاشق سفره و هر وقت که شرایطش مهیا باشه ترجیح میده که در سفر باشه و همیشه دوست داره اول مناطق مختلف ایران رو بگرده و بعد به کشورهای خارجی سفر کنه. در مورد ورزش همیشون گفته دوره‌های ورزشی مختلفی رو تجربه کردم، مخصوصاً ورزش‌های رزمی رو خیلی دوست دارم. با اینکه به طور مستمر ورزش نمی‌کنم اما سلامتی امروزم رو مدیون همون دوره‌های ورزشی هستم. خیلی هم اهل فوتبال نیستم و مثل مردهای دیگه پیگیر مسابقات ایرانی و خارجی نیستم. تا حالا هم فوتبال بازی نکردم و زیاد بهش علاقه‌ای ندارم. از دیگر فعالیت‌های هنری آقای امیر حسین صدیق مجسمه‌سازیه. ایشون گفته یکی از دلایلی که از تهران به روستا اومدم این بود که مجسمه‌سازی رو توی یه فضای آزاد و راحت و خلوت انجام بدم. هر هفته یکی دو روز در کارگاه خونم با حمید جبلی و شاهرخ فروتنیان دور هم جمع میشیم و با هم کار میکنیم و تجربیات جدیدی به دست میاریم. آقای صدیق در مورد کلاس‌های بازیگری و تحصیلات آکادمیک سینما گفته به کلاس‌های بازیگری و دانشگاه سینما و کارگردانی و بازیگری رفتن اعتقاد زیادی ندارم. به نظر من بخش زیاد بازیگری به جوشش هنری و استعداد ذاتی درونی آدم مربوط میشه. استعدادی که اگر وجود داشته باشه در راستای دانشگاه و کلاس و کار عملی و تئاتر هدفمند میشه و در مسیر درست قرار میگیره. اگر هم وجود نداشته باشه و فقط به خاطر شهرت در این مسیر قرار بگیری شکست می‌خورید. ایشون در قسمتی از مصاحبهشون که بسیار هم جنجالی شد در مورد جنگ حرف‌های جالبی زده بودند. ایشون گفته بودند من کلاً به جنگ علاقه زیادی دارم. اگر هم قرار باشه روزی از کشورم دفاع کنم حضورم به عوامل زیادی بستگی داره، اما اگر این جنگ در مقابل اعراب باشه حتماً شرکت می‌کنم.
در ادامه همیشون گفتن من عاشق نقش منفی هستم، اما نمیدونم چرا خیلی کم به من پیشنهاد میشه و به این دلیل عاشق نقش منفی هستم که معمولا در فیلم ها و سریال های ما نقش های مثبت خیلی یک وجهی و کلیشه ای هستن، اما نقش منفی اینجوری نیست و کسی نیست که سانسورشون کنه و اونها خود واقعیشون هستن. در ادامه همیشون گفتند اگر بازیگر نبودم به نجاری، نقاشی و مجسمه سازی ادامه میدادم و علاقه زیادی بهشون دارم و مطمئنم که اگر بازیگر نبودم مجسمه ساز خیلی معروفی میشدم. اما کاری که باعث شد چند سال پیش رسانه‌های حکومتی به این بازیگر حمله کنن این بود که ایشون به همراه ستاره اسکندری در سال 97 به دیدن پوریا نوری از عکاسان واقعی گلستان هفتم دراویش گنابادی رفته بودند. این دیدار از این دوست موجب حمله رسانه‌های رادیکال مثل فارس و روزنامه کیهان به این هنرمندان شد. اما صحبت‌های جنجالی دیگه‌ای همین آقای بازیگر داشته. توی نوروز 98 توی برنامه تحویل سال نو نسبت به صحبت‌های یک نیروی انتظامی از تیپ فاطمیون که درباره شهادت نظامیان در سوریه گفته بود انتقاد کرد و گفت توی شب‌های آخر سال که به عید نوروز نزدیک می‌شیم اصلاً درست نیست که صحبت از قتل و خشونت باشه، باید از خوبی‌ها و عشق حرف زد و به دلیل همین موضع‌گیری‌های جنجالی جلوی اجرای ویژه برنامه نوروزی سال 1400 که امیر حسین صدیق و همسرش در اون حضور داشتند گرفته شد. اما حالا همسر سابق امیر حسین صدیق خانم باران خوشندام با انتشار استوری هایی خبر از جداییش از این بازیگر و ازدواج مجددش داده. خانم خوشندام نوشته باران خوشندام رو به آقای صدیق سپردم، از آبها و سیلابها و باران گذر کردم و ققنوسانه آتشی به پا کردم، سوختم و به پایان رسیدم، دفن شدم. ناگهان عشق بر من بارید، از دل تاریکی ها گذر کردم، ریشه دواندم و سر از خاک بیرون نهادم، نام باران رو برداشتم و نها گشتم، مرا به نام خودم بخوانید، نها خوشندام هستم، بارانی که نیست نهای اکنون است. و بعد هم در استوری دیگری توضیحات کاملی دادن که با هم میبینیم. خانم باران خوشندام که در پیج اینستاگرامشون نوشتن که متولد 1365 هستن، چند سالی رو همسر امیر حسین صدیق بودن که در کنار هم در روستایی در لواسان زندگی میکردن که این وضعیت زندگی به سبک انتخاب همسری شاعر با روحی هنرمند و لطیف بسیار سازگار بود. اما چند وقتی قبل از ازدواجشون امیر حسین صدیق شعرهایی رو از باران خوشندام به صورت دکلمه اجرا کرده بود. برای هر دوی این هنرمندان آرزوی موفقیت و سعادتمندی داریم. خواستم که اینگونه از اینجا از در این ویدیو برای شما عرض کنم و اعتراف کنم که من بیش از یک سالی هست که به صورت رسمن و شرعن و قانونن از آقای صدیق جدا شدم و برای ایشون احترام بسیار زیادی قائل هستم و هنوز هم هنر ایشون در قلب بنده جا داره، ولی خب زندگی زناشویی با زندگی هنرمندانه کمی داستانش فرق میکنه و ما راهمون رو از هم جدا کردیم و مدت کوتاهی هم هست که مهاجرت کردم به کشور دیگری و جالبتر این که اتفاق بسیار بسیار خوشایندی برای بنده رخ داد، دقیقا مثل نور خورشید، مثل این نور خورشید. من اکنون همسر آقای مرتضی خلیلی هستم. ممنونم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.